و امید من از زمانی که ما شروع به این مبارزه کردیم این بود که خردمندان این سرزمین رو جذب مبارزه بکنیم و شوربختانه خردمندان این سرزمین نمیخوان مبارزه کنن، برای اینکه همین مشکلات تاریخی که ملت ایران داره خردمندش جدا ازش نیست، خردمندش هم همین مشکلات رو در درون میهن داشته. اگر مثلا در زمان شاه نویسنده یک کتابی می نوشته و با مشکلات روبرو می شده، الان میگه خب من الان هرچی بگم کسی به من کاری نداره اینجا تو خارج از میهن، در صورتی که علت اساسی این بود که کسانی که زمام امور این سرزمین رو در دست داشتن هر یک به قول معروف از قبیله بود و چنانچه مسئله مخالف مصالح قبیله خودش بود مبارزه میکرد و نمیذاشت و ربطی نه به شاهنشاهی این سرزمین داره نه به قانونمندی این سرزمین، که خفقانی کسانی ایجاد کردند یا احیانا کسی در نمیدونم سازمان امنیت کشته شده و حالا نباید کسی دیگه مبارزه بکنه برای اینکه فایده نداره، در صورتی که اینگونه نیست. مطلب بر سر اینه که اولین گام برای اینکه آدم سخنی بگه، برای اینکه به رسمیت شناخته بشه، باید یه هویتی داشته باشه که ملت ایران این هویت رو به گونه تاریخی فراموش کرده و نمیخواد دیگه این هویت رو داشته باشه، و یعنی بخش درونی و بخش اعظم ملت ایران در خارج از میهن واقعا اصلا براش فرق نمیکنه، اصلا نمیدونه که چه باید بکنه. نارضایتی رو داره، مشکلات رو با حکومت جمهوری اسلامی داره، ولی اینا رو به حساب یه واقعیت میذاره و برخورد میکنه با این واقعیت و از سر راهش کنار میره. میگه حالا که من زورم نمیرسه به جمهوری اسلامی میرم کنار و بذار هر کاری که میخواد بکنه بکنه. پس بقیه مردم در درون چی؟ اونایی که به خاطر در واقع بی‌عدالتی مقابل جمهوری اسلامی میستن و محکم به طناب جرثقیل بسته میشن، اونا چی؟ اونایی که میان و سخن عدالت و سخن مبارزه رو به پیش میارن و در زندان ها مورد تجاوز قرار میگیرن، صبح به جوخه اعدام سپرده میشن، چی؟ یعنی ما تا کی باید بنشینیم و این بخشی که خود ما مسئولشیم، در واقع ما بخشی هستیم که مسئول مسائل این چنینی هستیم، زیرا که ما میتونیم لااقل پشتیبانی بین المللی رو از جمهوری اسلامی بگیریم. یعنی اگر ما بتونیم در واقع به صورت یک نیروی متحد در خارج از میهن در کنار هم قرار بگیریم، میتونیم، یعنی متحد مبارز، نه این اتحادیه‌ای که به وجود میاد، نمیدونم این سمینارهایی که تشکیل میدن، نمیدونم کنار هم جمع میشن و میشینن بله درست احسن صحیح است، نه آقا، سخن بر سر مبارزه سرنگونی جمهوری اسلامی. آنچه که من میگم اگر نیروهای مبارزه این سرزمین بتونن، نیروهای خردمند این سرزمین بتونن کنار هم جمع بشن و یک فرماسیونی ایجاد کنن، که من گفتم فقط کنار هم جمع بشیم، بقیه کار رو من انجام میدم در ارتباط کشورهای خارجی، در ارتباط سازمان ملل متحد، در ارتباط به قول معروف گرفتن پشتیبانی خارجی از جمهوری اسلامی رو کارشو من انجام میدم، فقط شما جمع بشید دور هم و بگید آقا ما نمیخوایم جمهوری اسلامی رو و دلایلمون هم اینه، ما نه سردار سپاه میخوایم، نه هواپیما از کشوری میخوایم، نه بمب میخوایم، نه بمب افکن میخوایم، ما آقا یه دونه ایستگاه تلویزیونی میخوایم یا رادیوی موج کوتاه که در درون میهن صدای ما شنیده بشه، یه ما هم به ما وقف بدین. نمیخواد به قول من رو با بوشک
عرض شود خدمت شما که جمهوری اسلامی رو مراکز اتمیش رو بزنید، ما همه اینا رو تحویل شما میدیم، پولش هم نمیخوایم، پولش هم بذارید برای مردمی که هنوز دوچار رادیواکتیو در گوش و کنار جهان هستند و سرطان گریبانشون رو گرفته به خاطر مسائل اتمی. پولش هم مال اونا و ما رو در ارتباط این سرزمین قرار بدید، سرنگونی جمهوری اسلامی با ما و بهرش هم از آن شما. هر چه شد، هر چه آقا سلاح اتمی و هر چه راکتور، آقا ما راکتور اتمی نمیخوایم. این سرزمین اگر بخواد روی همون رودخونه هراز سد حوضچه‌ای ببنده، میتونه 300 تا سد ببنده و 300 تا کارخونه برق اونجا بذاره. آقا اینا بازیه که اینا در آوردن پول ملت ایران رو تعارف نمیدونم روسا بکنن و تعارف چینیا بکنن. سر سد منجیل اگر اون در ماشین تو باز کنی اون پایین رو نگاه کنی میبینی 2000 تا در ماشین افتاده اون پایین. اگر تو این سرزمین نمیدونم توربینای بادی و نمیدونم وسط کبیر منابع خورشیدی و فلان قرار بدیم، ما این مملکت نیاز به راکتور اتمی نداره که ما بخوایم به قول معروف درگیر چنین مسائلی بشیم. منتها اینا خب همه بازی بین المللیه و اینا با ملت ایران هم بازی میکنن. اینطور نیست که کسی بخواد جمهوری اسلامی رو بزنه، نه، اینا پولای ملت ایران رو میگیرن بهش نمیدونم لوازم قرازه میفروشن، از این و لوازم قرازهشان با اتم میزنن، با موشک میزنن، فردا دوباره ملت میمونه و ما تحت لختم وسط. و اگر برنامه این بود که بخواد کسی درگیر جمهوری اسلامی بشه، راحت تر از این میشد جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. حالا بگیم که کشورهای خارجی اصلا نمیخوان وارد این مقوله بشن، که واقعیت هم همینه که نمیخوان درگیر جمهوری اسلامی بشن، زیرا که قراردادها موجوده و جمهوری اسلامی به این قراردادها به گونه بسیار ناعادلانه به ضرر ملت ایران وفادار و کشورهای خارجی بهرهشون رو در این ارتباط میبرن از جمهوری اسلامی. تنها کسانی میمونن که ادعای ایرانی بودن دارن و ادعای خردمندی و ادعای مبارزه دارن که اینا باید در کنار هم قرار بگیرن و اینا باید در واقع این پشتیبانی که در جهان از جمهوری اسلامی میشه این پشتیبانی رو بردارن. شما به 4 تا سخن این سناتور و این رادیو و اون تلویزیون نگاه نکنید، اینا از پشتیبانی بین المللی برخوردارن. این توله های نابکار در جهان به آزادانه در واقع رفت و آمد دارن، نصف کشور کانادا رو همینا خریدن و نمیدونم جاده بخرن و بانک بخرن و شاپینگ سنتر درست کنن و فلان. آخه اینا قسم حضرت عباس ما باور کنیم یا دم خروس یا دم رفسنجانی رو که از زیر بغل همه اینا زده بیرون. این مشکل ملت ایران، بابا یک کمکی یک مددی از این کسانی که نشستید و میگید نمیدونم ما این سرزمین رو میشناسیم، ادبش رو میشناسیم، نمیدونم ما سخنور هستیم، ما دانشمند هستیم، ما نویسنده هستیم، شاعر هستیم، درباره چی شعر میگید شما؟ من از واژه شاعری و نویسندگی دیگه داره حالم به هم میخوره. از واژه سخنور و نمیدونم سخنگو نمیدونم شومن دیگه داره من واقعا حالم به هم میخوره که یک ملتی باید اینگونه اسیر و در به در باشه و یه سری هم ادعاشون به قول من رو گوش فلک رو کر کنه و هیچ کاری هم کرده نشه و ملت هم همینجوری در واقع در برزخ و دوزخ آویزون مونده. چه باید بکنیم در واقع؟ یه نفرم میگه مثلا من میخوام مجسمه فلانی رو درست کنم ببرم بذارم زیر بارون. آقا از قدیم مگه نگفتن؟ اون موقع میگفت یکی به یکی میگفت بیخیال، میگفت چی بیخیال؟ بیخیال مجسمه فردوسی که زیر بارون وایساده.